اصالت دانشجو در این است که انقلابی بمونه و همچنان پیشگام و پیشتاز انقلاب باشه و پیشاهنگ حرکت باشه، اما نه چنان که از بوده ها جدا شود و برای خودش به سویی رود. و یه وقت پشترش نگاه کنه ببینه از بوده ها تقریبا کسی که این تصویر و اثر حسی. جلسات دانشجوی بهشتی بعد از شهادتش و بعد از تعطیلی حزب جمهوری تعطیل شده بود. عملا به هیچ جریان دیگری در دانشگاه اجازه فعالیت داده نمی شود. انجمنهای اسلامی در دفتر تحکیم شروع کردند یک انحصاری رو در دانشگاه ایجاد کردند که از سال 66 که مبادا بچه های حزب بخوان تو دانشگاه بروز و ظهور پیدا بکنه. تحکیم در مقابل تبدیل اون تک صدایی در دانشگاه به تکثر در اواخر دهه 60 مقاومت کرد. این واقعیتیه، این قابل انکار. معتقد بودن که هر کس غیر از اونا غیر قانونیه. و البته یه استناد حقوقی هم میکرد که درست بود به جای خودش. میگو خب اینا کجا به رسمیت شناخته شدن؟ و خیلی روی این مانور میدادن در حقیقت. الان طبق قوانین و مقررات دانشگاه یه انجمن اسلامی به رسمیت شناخته شده. پس جامعه اسلامی که از بیرون دارن فشار میارن براش دارن جا باز میکنن توی دانشگاه، این مشروعیت نداره. این فکر اون موقع ما بود، در حالی که خودشون هم هیچ مستند قانونی رو نداشتن، لکن به واسطه قدمتی که داشتن معتقد بودن که قانونی هستن و چون هیچ گونه تشکل دیگه ای رو هم حاضر به پذیرشش در دانشگاه نبودن، معتقد بودن که هر کس غیر از اونا غیر قانونی. اما کم کم دانشجویان معترض در مقابل تحکیم قد علم می کنند. اما این دانشجویان تصمیم میگیرند فعالیت خود را عملی کنند. انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم. جامعه اسلامی دانشجویان صرفا تحت عنوان یک اسم. انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم حوزه تهران نیاز به 4 تا نماینده داشت. جامعه روحانیت مبارز 4 تا کاندیداش عبارت بودند از آقای موحدی کرمانی، مرحوم آقای عسکرالادی، آقای سید مرتضی نبوی و مرحوم خانم بهروزی. تصمیم گرفتیم کاندیداها رو دعوت بکنیم. قرار شد که تالار ابن سینای دانشگاه تهران رو ما برای این مسئله بگیریم. اولین بروز ما در دانشگاه یک جلسه بود در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران. بعد از اخذ مجوز از آیت الله محفوظی، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه، کارهای تبلیغاتی برای اولین همایش جامعه اسلامی در دانشگاه تهران آغاز می شود. یه سری چیزای تبلیغاتی، حالا اون موقع بهش گفتن اوزالید، یه برگاهای آبی رنگ بزرگی بود. 5-6 تا زدیم، برگشتیم، یکی دو تا رفقامون گفتیم دیدین اینا رو؟ گفتن نه. بعد اون همه رو کندن، یعنی که نه پشت ما رو افتادن، هرچی ما میزنیم اینا میکنن. کیا؟ دفتر تحکیم وحدت. دوباره فرداش از نو خرج رو دست ما گذاشتن. ما دانشجو پول نداشتیم، دوباره رفتیم مثلا دیروزش 10 تا مثلا اوزالید سفارش داده بودیم، اندامه رفتیم برای اصلا که میدونستیم میکنن، رفتیم 30 تا سفارش دادیم. 10 تای بعدی رو زدیم دیدیم کندن. دانشگاه تهران یکی از بزرگترین مراکز آموزشی علمی کشور، خاستگاه میلیون ها جوان ایرانی، همیشه در طول حیات خود کوشیده است تا کانونی برای مبارزه علیه ظلم و بیداد و دادخواهی ملت باشد. دانشگاه تهران با در اختیار داشتن بهترین جوانان مملکت همواره کوشیده است مکانی مناسب برای همه ملت باشد. حالا دانشگاه تهران شاهد اقداماتی عجیب و متفاوت است.
دهتای بعدی رو زدیم دیدیم کندن. دوباره تا ظهر بعد از ظهر دهتای بعدی. وقت کی میکندن اینا؟ زمانایی که دانشگاه خلوت بود، یعنی بچه‌ها سر کلاس بودن. امثال زمانهایی که مثل زمان مسجد و این حرفا بود که شلوغ بودش و همین میمدن برای نماز مسجد، اون موقع نمیتونستن بکنن. خب بد بود براشون، زشت بود که بخوان اون موقع بکنن. اصلا خب سوال میشد آها چیه این داری، چرا میکنی، چی هست چی نیست. دیگه ما یه خورده این چیزا دستمون اومد و مثلا قبل از اذان ظهر میرفتیم مثلا جلوی مسجد دانشگاه اون رو میچسبوندیم. حالا یادم نیست اون روز یا مثلا یکی دو روز این ور اونورش هم مثلا بعضی وقتا شما کی هستین، چرا این کارو میکنی؟ یه داد میزدن مثلا باری نمیکنی که آقا دو تا نماینده، دو تا کاندیدا رو دعوت شدن میخوان بیان اینجا، هیچی نمیگفتن. حالا یا سریشون هم توجیه نبودن که باید چیزی بگن احتمالا. گذشت و روز واقعه صورت گرفت. دانشجوها اومده بودن خیلی تنک، یعنی مثلا خیلی پر نشده بود سالو. ما خیلی دوست داشتیم جمعیت بیاد، خب نیومده بود خیلی. یهو دیدیم که یه ستون مثلا فرض برید 20 نفره 25 نفره وارد شد. سرستون آقای ایرج حریرچی، دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی معترضین آقای حریرچی بود که خب با یه لهجه خاصی هم داره که ذهن من کاملا باقی مونده. با همون لهجه زیبای آذری با صدای رسای بلند از جا بلند شدن و خیلی هم چاق بودن اون موقع. پیرن رو شلوار، پیرن سفید تا بالای زانو. اعتراضشون به من این بود که اصلا تو دانشجو این دانشکده نیستی، یا اصلا تو دانشجو نیستی، برای چی اومدی؟ آقای سهلانی، او بچه های انجمن اسلامی بشینن. اونا هم همه از جاشون پلن شده بودن. آقای سهلانی گفت بچه های انجمن اسلامی بشینن. شروع کردن با هیاهو و صلوات و سر و صدا جلسه رو بزنن به هم. تو همین اثنا نمیدونم یکی از اینا رفتش پایه بلنگو رو گرفت کشید و سیب بلنگو رو، یه تعداد دیگه شون حمله کردن میکروفون برداشتن و دیگه شروع کردن با بچه ها زد و خورد کردن. آقا جلسه متشنج، من مجری بودم، من تو این جلسه کتک نخورد اصلا، قابل تصور نی. یعنی من فکر کنم خودشون هم الان شرمندن از این کارایی که کردن. از روزنامه رسالت یه خبرنگار و عکاس اومده بود. آقا این عکاسه شروع کرد دو تا عکس گرفت فلاش زد. و دنبال بودن که این فیلمو بگیرن که منتشر نشه که چیکار کردن. آقا اینا ریختن سر این عکاس دبزن. اصلا کل سالن ریختن به هم، داشتن سیما رو از جا میکندند. اینقدر عصبانی بودن. آقا من اینایی که دارم میگم الان ممکنه خنده‌دار باشه، ولی اون یه روزی گریه‌دار بوده، امروز گریه‌دارتره به نظر من. برای اینکه کسانی که این حرکت ها رو کردن امروز، من شخص آقای حریرچی رو نمیدونم امروز موازهش چیه، شاید از اون کارش پشیمون باشه، من نمیدونم، ولی اون کسانی که این موازه رو داشتن امروز علمدار تضارب افکار شدن تو جامعه. اول اونا بیان تکلیفشون رو با گذشته خودشون روشن بکنن. جامعه اسلامی دانشجویان با تمام موانعی که بر سر راه دارد روز به روز فعالتر می شود. دوران سلطه تحکیم بر دانشگاه ها تمام شده است. ما فراموش نکرده ایم که در سالهای حاکمیت انحصاری یک تشکل در دانشگاه های کشور دانشجویانی را تبعید کردن و اخراج کردن. این شد جشن تولد جامعه اسلامی دانشجویان، جشنی که خیلی زود برای این دانشجویان به عزا تبدیل می شود. دولت جدید مستقر شده و دیگر خبری از نخست وزیر نیست. رئیس جمهور بالاترین قدرت اجرایی کشور است. دفتر تحکیم به جز اندک پشتیبان‌های موجود حامیان خود را از دست داده و با ظهور جامعه اسلامی دانشجویان تا حد زیادی از قدرتشان کاسته شده. تحکیم از 68 به بعد خب ستاره بختش افول کرد دیگه. تحکیم دوردونه بود. دانشجویان
اما کمتر دانشجویی آنها را می‌شناسد. تا اینکه بروز اتفاقی در کشور نام آنها را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. دولت سازندگی از رئیس جمهور رومانی برای حضور در ایران دعوت می‌کند. اما ماجرا از چه قرار است؟ این در حالی است که در برخی از مناطق کشور رومانی شورش‌های پراکنده علیه او در جریان است. برخی از چهره‌های سیاسی از جمله صادق خلخالی با حضور چاوشسکو در ایران موافق نیستند و به علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اعتراض می‌کنند. رئیس جمهور رومانی بنا به دعوت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی بعد از ظهر امروز با تمام کش و قوس‌ها سرانجام چاوشسکو 28 آذر ماه وارد کشور می‌شود. چاوشسکو متوجه شده که در غیبت او کودتایی پنهان علیه شکل گرفته. او با اطلاع از شرایط وخیم رومانی سفرش را نیمه کاره رها کرده و چند روز زودتر به کشورش باز می‌گردد. هزاران کارگر را با تهدید به اخراج به میدان کاخ آوردند. جمعیتی بالغ بر 80,000 نفر در این تجمع حضور دارند. دستورات لازم به جمعیت داده شده. محل ایستادن، زمان سرود خواندن و نحوه استقبال کاملا برنامه ریزی شده است. چاوشسکو در بالکن ساختمان کمیته مرکزی حاضر و سخنرانی خود را آغاز می کند. سخنرانی به طور مستقیم از تلویزیون ملی رومانی در حال پخش است. اما ناگهان کارگران نیروگاه‌های بخارست برای مختل کردن سخنرانی او شروع به آواز خواندن می‌کنند. چاوشسکو باورش نمی‌شود. او به بخشی از جمعیت که در حال سر و صدا هستند خیره می‌شود. یک کودتای سازماندهی شده در جلوی چشمان او در حال وقوع است.
تسویه حساب بود. والله از این اشتباهات مگه کم شده بود؟ مگه وزرای خود اینها زمان جنگ کم از این اشتباهات کردن؟ مگه آقای بهزاد نبوی برید خاطرات آقای رفیق دوست رو بخونید که وزیر سپاه بوده، ببینید سر خرید کامیون‌های بنز چه ظلم‌ها و حالا من بگم چه خلاف‌ها و خطاهای سنگین فاحشی رو اینها کردن در وزارت صنایع سنگین، همین آقای بهزاد نبوی اینا. خب چرا استیضاح نکردن اینا؟ این بانزبازی و قبیله گرایی بود. حالا میدونم به کجا میخوای برسین، میگم من اونا رو مشکل ندارم. مثلا آقای ناطق نوری رو مثلا می آوردن توی مسجد دانشگاه تهران سال 68 برای سخنرانی میذاشتن، اونجا انجمن دانشگاه تهران مثلا اطلاعیه میداد که ایشون حق نداره بیاد اینجا سخن، نه اینکه آقای ناطق نوری حق نداره. ببین تحریف اینجاست که بعضا داره صورت میگیره. بله، حتی اونجا بیانیه‌های انجمن تهران الان وجود داره در اون اکت مشخص که آقا نهاد نمایندگی شما بیا مجری برنامه بشه، ما میام میشینیم سخنرانی آقای ناطق رو گوش میدیم. منتها این سخنرانی برای اینه که جاپای جامعه اسلامی رو باز بکنیم شما تو، و ما اجازه نمیدیم. آقای ناطق شما اگه به دعوت اینا میای ما اجازه نمیدیم منبر بیا، منبر میکشیمت پایین و کشیدن پایین. برای اولین و فکر میکنم آخرین بار در طول تاریخ، شاید از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب، در دوره ریاست آقای دکتر رحیمیان در دانشگاه تهران، موقع نماز ظهر برای اینکه این جلسه برگزار نشود در مسجد رو باز نکردن. خیلی عجیب بود. مسجد دانشگاه تهران وقت نماز ظهر و عصر و اینها درشو کلن بسته بودن. یه دانشجوها وضو گرفتن و من مسجد چه درش قفله؟ موقع با آقای ناطق ما خبر نداده بودیم که همچه اتفاق افتاده. من رفتم استقبال آقای ناطق دم ماشین و آقای ناطق دیگه اونجا فهمیدن که فضا جو چجوریه و ما بهشون گفتیم، گفتن چرا به من اطلاع ندادید؟ گفتم خب اگه میگفتیم نمیمدید شما. دانشجوهای از دانشگاه‌های دیگه هم شنیده بودن که آقای ناطق قراره بیان، یه عده‌ای اومده بودن. خب یک جمعیت زیادی جمع شدن. خب دیگه فضا ملتهب و اینها، آقای ناطق عباشو همینطوری برداشت و انداخت پشت در مسجد دانشگاه رو زمین تو همون حیاط. آقای فضائلی هم شد مکبر. منم بلنگو دست دستم بود از آن گفتم و اقامه هو. اونجا یه نماز جماعت خارج از مسجد دانشگاه برگزار شد. اینا دیدن خیلی زشته، اومدن در کوچولوی اون کنارشو باز کردن، ولی نه چراغا رو روشن کردن نه بلنگو. قرار بودش که بعد از نماز ظهرشون سخنرانی بکنن. دوستان خلاصه تحکیم و انجمن اسلامی اینام شروع کردن شعار دادن و اینها، اومدن داخل مسجد نمیذاشتن آقای ناطق حرف بزنه. همه چیز خاموش، چراغا خاموش، بلنگو دستی. آقای ناطق دو سه جمله بیشتر نگفتن. حتما تشکرهای اسلامی رو باید برمیشه. الله اکبر. بسته جمعی هم. شروع کردن دوباره اینا شعار دادن و الله اکبر گفتن و صلوات فرستادن و پشین بیاین پایین و نمیدونم. گفتن که من توقع انتظارم این بود که اینجا دانشگاهه، محیطه مثلا تضارب افکار و اینها باشه، ما میتونیم بیایم حرفمون رو بزنیم، شما مگر حرفی داشتید میزدید، و این مثلا شایسته دانشگاه اینها نبود این همچه اتفاقی. این باز اشاره بکنم، یادتونه یه مقدار پیش گفتم که باب به هم زدنها رو این آقایون باز کردن تو این کشور؟ این یکی از نمونه ها و مصادیقش. بعدها که یه عده‌ای رفتن سخنرانی سروش رو به هم زدن، که حالا من شخصا اونم غلط میدونم، اون کار رو هم کار اشتباهی بوده، اما اینها اون وقت اومدن آقا چه معنا داره که کسی با جلسه کسی رو به هم بزنه؟ خودتون این بدعت رو گذاشتید. روز پایان جنگ به تلخترین روز جنگ تبدیل شده. خبری از جشن و سرور و شادی نیست، نه در خیابان‌ها، نه در جبهه‌ها و نه در بین مسئولین.
تمام سخنرانی‌ها و دیدارهای مردمی امام لغو شده. امام دیگر تمایلی به برگزاری دیدار مردمی ندارند. اعضای دفتر امام چندین بار به ایشان اصرار می‌کنند که دیداری با خانواده شهدا و ایثارگران داشته باشند. امام در تذکری جدی به اعضای دفتر اعلام می‌کنند: توجه داشته باشید که باید دور سخن گفتن مرا ولو در حد یک جمله دعا خط بکشید. آقا منو ترور رو میکنن آخر شما اینو پخش کنیم منو میکشن. اون که نامردی نیست، منتها من بالاخره این ممکنه منتشر شد چون باید تکذیب کنه، اصلا سرد جرم بشه برای ما. کار چرا سعی تو بده ببینم. آقا در رو ببن نظرشون بره بیرون. آقا با من چیکار؟ شما بگو ببینم کی هستی؟ اینه که حالا ما اینجا یه پرونده دیگه هم برای خودمون درست این ثبت میشه، یه پرونده دیگه هم برای خودمون درست ده تا هستی نمیشه یازده هم میشه.